سلام، ما دیشب راجع به اثر کوریولیسی کویزی گذاشتیم و خود 400 نفر تا الان دیدن، 200 نفر هم جواب دادن و به سوال مربوطه فقط 50 نفر جواب درست دادن. سوال چی بوده؟ اینکه دو تا عکس بود، یکی اینکه یه عکس هواشناسی طور بود که جریان های هوایی داشتن میچرخیدن و یک اصطلاحاً گردبادهی یه چیزی اینجوری اسپیرالی ساخته بودن، و یه عکسی هم بود از یه دستشوی فرنگی که سیفونو کشیده بودیم و آب داشت میرفت پایین. سوال این بود که علت چرخش اینها چیه؟ گزینه الف اثر کوریولیس، گزینه دو چیزهای متفاوت. این ویدیو راجع به نیست که من اثر کوریولیس رو توضیح بدم، همینقدر میگم که اثر کوریولیس یکی شبه نیرویه که به خاطر این حس میشه که ما توی دستگاه‌های مرجع چرخانی و توی تمام کتاب‌های فیزیک، مکانیک تحلیلی یه عالمه ویدیو هست که میتونید راجعش بخونید، یاد بگیرید و مسئله باش حل کنید و چیز جالبی. اما چرا این کویز برای من جذابه؟ به این دلیل که 150 نفر جواب اشتباه دادن به این سوال و گفتن که جفتشون به خاطر اثر کوریولیسه. اثر کوریولیس سبب میشه که وقتی به آسمون از بالا نگاه میکنیم جریان‌های هوایی میبینیم که اینها در نیمکره شمالی مثلا اگر اینجوری میچرخند، در نیمکره جنوبی برعکس میچرخند و توی روی استوا تقریبا میبینیم که این جریان‌ها زیاد شکل نمیگیرن، پیچ توشون نمیاد. این چیز درستیه، یعنی اثر کوریولیس سبب میشه که اینا رو بچرخونه و ساعتگرد پاد ساعتگردش بستگی داره به نیمکره شمالی و جنوبی بودن. اما راجع به سینک دستشویی، یعنی شما وقتی مثلا دارید ظرف میشورید این پر کف میکنید، بعد سینک یعنی چاه، در سینک رو برمیدارید که آب میره پایین، شروع میکنه چرخیدن یا دستشویی فرنگی و این چیزای کوچیک، هر چیز کوچیکه زیر صدها کیلومتر یا حتی چندین کیلومتر، باز هم آب وقتی میخواد بره پایین شروع کنه چرخیدن. و اکثر آدم‌هایی که فیزیک خوندن، یعنی حتی توی کویز ما من دیدم بچه‌ای که لیسانس فیزیک، ارشد فیزیک، دکترای فیزیک دارن این سوال اشتباه جواب دادن. من حتی از استادهای دانشگاه هم شنیدم که میگن علت چرخیدن آب توی سینک به خاطر نیمکره شمالی و جنوبی بودنه. و شما مثلا ما حتی یه استادی داشتیم که باش فیزیک یک داشتیم و ادعا میکرد که من رفتم آفریقای جنوبی آب اونجا برعکس میرفت پایین. من هم تا مدت‌های خب از زبان استاد فیزیک پایه یک شنیده بودم، بعد رفتم مکانیک تحلیلی، استاد مکانیک تحلیلی هم اینو تایید کرد و منم مثل خیلی از این 150 نفر فیزیک پیشه و متخصصی که فکر میکنن اثر کوریولیس سبب این ماجرا میشه فکر میکردم اینجوره، چون هیچ موقع هم ننشسته بودم خودم حساب کتاب کنم که مثلا چند تا عامل هست که جهت چرخش رو مشخص میکنه، چون مسئله ساده هم نیست، نمیشه هر کسی آروم بشینه و برای خودش حل کن. فقط روی شنیده هام و چیزایی که دیده بودم حرف میزدم. الانم خودم محاسبات هیچ موقع از صفر انجام ندادم، محاسبات هیچ که منتشر شده رو دیدم. پس خب حالا داستان چیه؟ داستانی که بله، راجع به هواشناسی، اون جریان های هوایی و چیزایی که خیلی بزرگ مقیاسن علت چرخششون به خاطر اثر کوریولیسه. اما اینکه ما وان حموم رو پر میکنیم یا سینک ظرفشوی دستشویی رو پر میکنیم و آب خالی میشه، یا اینکه سیفون دستشویی فرنگی رو میکشیم آب کدوم سمتی میچرخه، این کاری با کوریولیس نداره. به خاطر اینکه اثر کوریولیس توی این مقیاس به قدری ضعیفه که نمیتونه تقارن رو بشکنه و چیزهای خیلی 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 خیلی, خیلی مهمتر و اثرگذارتری هستن که اونها هم که در نهایت این تقارن رو به سمتی میشکنن. یعنی از اون اول که آب چقدر اینیشال کاندیشنش مثلا به کدوم سمت این ربط داره، به شدت به شکل هندسی چاهتون، سینکتون، وان حمومتون ربط داره،
به شدت به خود مایه ربط داره، به دیگه به مثلا به خود اون حرکت های خیلی مسئله فلوید مکانیکی عجیب و غریب پیچیده ایه. و توی این مقیاس های خانگی شرایط آزمایشگاهی به شدت متفاوته. یعنی شما خودتون اگر حوصله داشته باشید میتونید اینو try at home، خونه بشنید، اینقدر به این ور برید میبینید که توی خونتون یه بار ساعت گرد میره پایین، یه بار پاد ساعت گرد میره پایین. اینو آزمایش کنید اصلا، و اون موقع میبینید که ربطی به نیم کره شمالی نداره. مثلا توی ایران ما چون تو نیم کره شمالی مثلا اگر قرار بشه ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بچرخه، ما هر چقدر اینیشال کاندیشنمون رو عوض کنیم نباید این تغییر کنه دیگه. ها تغییر کنید ببینید که نه، این حرف درست نیست. علت اصلی هم اینه که اثرات بسیار بسیار زیادی وجود داره که لوکالی چیره میشن بر اثر کوریولیس. پس فراموش نکنید که اثر کوریولیس مقیاس خونگی کار نمیکنه، اینها به خاطر شرایط دیگه. گول نخورید، یه بار بشین محاسباتو دنبال کنید. این آزمایش یه بار توی MIT با دقت وحشتناک زیادی انجام دادن، فکر کنم نتایجش هم منتشر شده. میتونید ببینید که با چه جزئیاتی و با چه دقتی این آزمایش رو به صورت قابلیت تکرار شونده شد بودنش انجام دادن و ما امروز میدونیم که دیگه کوریولیس این نیست. یه چیز دیگه که شاید بعدنم راجبش حرف زدم راجب اینه که اثر برنولی ربطی به پریدن هواپیما نداره. خوش باشید بچه‌ها.